نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور بسم الله الرحمن الرحيم با عرض سلام و ادب احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند با شما هستیم با سفر آخرت سفری که جا داره که بیشتر راجبش فکر بکنیم و راجبش تحقیق بکنیم در برنامه گذشته در باره آیات و احادیثی که در این مورد یعنی سفر آخرت ذکر شده بود مختصراً به بعضی از اونها اشاره کردیم و با هم مروری داشتیم بر این موارد و من جمله این روایت ها روایتی بود که رسول صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که ملاقات الله تعالی رو دوست داشته باشه الله تعالی هم ملاقات اون رو دوست داره در آخرین لحظات زندگی انسان در روی زمین بسیار مهمه که این انسان با چه وضعیتی از این دنیا خارج میشه لحظه خروج انسان از دنیا و انتقالش به دنیای دیگر میتونه خودش یک نوع اشارهی باشه و یک گواهی باشه به خود اون انسان و اعمالش و عباداتش حسن خاتمه انسان بشارت خوبی است برای ادامه مسیر این انسان در سرای آخرت و در سفر آخرت و سوی خاتمه خدایی نکرده اگر انسان باش درگیر شد نشانه خطرناک است برای این انسان و برای اون شخصی که با سوی خاتمه از دنیا رفته و سفر آخرتش سفر سختی خواهد بود چیکار کنیم که حسن خاتمه داشته باشیم در دنیا و در بالین ایستگاه سفر آخرت که محل آغاز این سفر مهمه یعنی مرگ با حسن خاتمه از دنیا بریم برای بررسی موضوع به در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری جناب مولانا عرض سلام دارم خدمتش الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله واصحابه اجمعین قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی همه علاقمندان برنامه سفر آخرت السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته و همچنین خدمت جناب استاد بزرگوار عرض و ادب و سلام الله سبحانه و تعالی این سفر برای همه ما و همه امت اسلامی آسان بکردند آمین جناب مولانا اگر ما بخوایم حسن خاتمه داشته باشیم آرزوی همه ما انسان ها مسلمان ها است که با حسن خاتمه از دنیا بریم چه کار کنیم که مصیبت سوی خاتمه ما رو فرا نگیره و خدای نکرده با سوی خاتمه از دنیا نریم چه سبب میشه چه مواردی سبب میشه که انسان مبتلا بشه به مصیبت سوی خاتمه تا
پرهیز بکنیم از اون. مسئله موت و انتقال از این عالم به عالم دیگر بسیار مسئله مهمی است که هم در این بخش اشخاصی هستند که حسن خاتمه دارن که الله سبحانه وتعالی ما و شما را از جمله این گروه بگردانه، و اشخاصی هستند که سوء خاتمه بد میشه. ارتباط به اسباب حسن خاتمه انسان که زندگی دنیا به خوبی ختم بشه و دنیای برزخ یا عالم برزخ به خوبی آغاز بشه، اول اینه که یک انسان دارای یک عقیده پاک و صاف و زلال باشه. حسن خاتمه، خاتمش به زیبایی سرانجام به زیبایی ختم میشه. عقیده موافق به کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه، یعنی آنچه که الله سبحانه و تعالی از انسان خواسته که انسان باید به او مؤمن و معتقد باشه، باید باشه. مؤمن بهی، آمنت بالله و ملائکتی و کتبی و رسولی و الیوم الاخر و القادر خیری و شری من الله تعالی و البعث بعد الموت. پس باید که عقیده درست و صحیح، باور درست و صحیح و خلاصه شناخت درست و صحیح نسبت به الله سبحانه و تعالی و آنچه که الله سبحانه و تعالی نسبت به عقیده از این انسان خواسته. دوم، ایمان قوی. ایمان قویه که حسن به خاتمه میشه، یعنی به زیبایی دنیا ختم میشه و به زیبایی عالم برزخ آغاز میشه. ایمان قوی از کجا به دست میایه؟ از اعمال صالحه، انجام دادن اعمال شایستر درست و صحیح. مثلا در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند: من احب لله و ابغض لله و اعطا لله و منع لله فقد استکمل الایمان. ایمان یک شخص لحظه کامل میشه که محبت به خاطر الله، بغض به خاطر الله، چیزی دادن به خاطر الله و منع کردن به خاطر الله، ایمان کامل میشه. به این سرحد که رسید، خاتمش به حسن و به زیباییه. سوم، در لحظات اخیر انسان، ما نمیگیم که انسان گناه کردن نمیتونه یا گناه نکنه. انسان گرفتار گناه میشه، انسان جایز الخطا، بالاخره مفته به کام نفس شیطان، ولی مهم اینه که انسان گناه کرد توبه کنه، نگذاره کن گناه او گناه امتداد داشته باشه، بالاخره دوام داشته باشه، اصرار داشته باشه، چنین نباشه. وقتی که این انسان، چرا ببینیم الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشان اشاره میکنه: و توبوا الی الله جميعا ایها المؤمنون، شما مؤمنین توبه کنید، لعلکم تفلحون، تا شما رستگار بشی. نگفته به اینجی توبوا الی الله جميعا، نعوذ بالله، ایها الفاسقون، ایها الكاذبون، ایها الفلان فلان، و بالاخره انسان های بد و اینها. فقط گفت توبوا الی الله جميعا، دست جمعی، ایها المؤمنون. مؤمنان هم نیاز به توبه دارن، توبه برای گناهکاران نیست فقط.
بخاطر این که مؤمن توبه کنه، اگر گناهی نداشته باشه این توبه سبب رفع درجات میشه، اگر گناهی باشه خود توبه کرده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در شبانه روز 70 مرتبه، پیامبر صلی الله علیه و سلم 100 مرتبه چین توبه میکردن، استغفار میکردن به خاطر قرب و مقام و منزلت. ولی انسانی که از دنیا تائب بره، یعنی گناه کرده توبه کرده پاک کرده خاتمه ازی به حسن و به زیبایی میشه. و در روایات میاره که دیگه از کدام اشخاص خاتمه اینا به حسن به زیباییه؟ به اونهایی که طلب دنیا رفتن، در دنیا تلاش میکنن، به دست آوردن دنیا تلاش میکنن، ولی محبت دنیا در دل نداره. کسی که محبت دلداده دنیا نیست. موضوعی که در جلسه گذشته اشاره کردیم که میگه آنچه جای علت از دنیا پرستیست، نه دنیا داری، دنیا دارن و دنیا پرست نیان. اینها خاتمه اینها به حسن و به زیبایی میشه. جای دنیا در کف دست اونها است، نه در دل اونها. بله. و پنجم که اشاره کنیم، کسی که لحظه‌ای که میخواه از دنیا بره کلمه طیبه، کلمه شهادت بر زبان او جاری میشه. حسن این خاتمه این به حسن و به زیبایی. لحظه ای که از دنیا میره میگه لا اله الا الله، که دعا میکنیم اللهم اجعل آخر کلامنا لا اله الا الله. ای الله، لحظه ای که همه ما از دنیا میریم آخرین کلام ما این کلمه مبارکه لا اله الا الله را بگردم. این پنج تا عقیده سالم، مسئله ایمان قوی، توبه و اینکه محبت دنیا در دل نباشه و کلمه شهادتین به زبان جاری باشه، این شخص خاتمی از این انشاءالله به اذن الله به حسن به زیباییه. اما اسباب سوء خاتمه همین های عکس اینا. اگر کسی عقیده فاسد شده بود، یکی از جمله اسبابیه که سوء خاتمه، خاتمه رو به بدی میکشانه، یعنی دچار شرک شده باشه. وقتی ما میگیم حسن خاتمه یا سوء خاتمه از چی پیدا میشه، باید یک اشاره بکنیم. شیطان در لحظات سکرات موت، در لحظات نزع روح، این شیطان تنها دشمن در حیات نیه. این که قرآن عظیم شان میفرماید انه لکم عدو مبین، این برای شما دشمن واضح و آشکاری است. این که الله سبحانه و تعالی گفته متوجه باشین ولا تتبعوا خطوات الشیطان، گام خود را بر گام های شیطان نگذارید. این که الله سبحانه و تعالی خلاصه مار متوجه ساخته که این شیطان برای شما دشمنه. دشمنی شیطان، تمام تلاش شیطان از لحاظ دشمنی از ابتدای عمر تا لحظه سکرات موت یک طرف و همو چند لحظه یک طرف، چون به خاطری که در حدیث میاره که اعمال فقط تعلق به چی میگیره؟ بالخواتم. خاتمه چه کار میشه؟ در ختم کار. خیلی از انسان ها از ابتدا تا انتهای عمر به عبادت بودن،
به ریاضت بودن، به زهد بودن، به تقوا بودن، به پرهیزگاری بودن، ولی بر او لحظات سخت پایین لغزید. خیلی لحظه مهمیه. شیطان خیلی تلاش میکنه. شیطان آخرین فرصتی که در زندگی داره. بله بله. شیطان سعی میکنه در اون آخرین لحظه تیر خلاص رو بزنه. شیطان در اینجا چگونه نقشه داره؟ شیطان به صورت پدر میآیه. در روایات میاره. به صورت پدر، به صورت مادر، به صورت اقارب و خیشاوندان. یکی از دنیا رفتن. نه، یکی از دنیا رفتن با اونهایی که سخت دوست داره. این شخص مشتاق اونهایه. حتی به صورت اشخاصی میایه که این شخص با حرف اونها اعتماد داشته. قضیه خیلی قضیه مهمیه. به این وقتی که ما میگیم شخص عقیدی سالمی داشته باشه، عقیدی خور بفهمه، چرا؟ این به صورت پدر میایه، به صورت مادر میایه، به صورت مثلا جریان پیر و مریدی که امروز رواج داره، به صفت یک پیر میایه. رسم صورت شخصی که مورد اعتماد شخص، مرید مسکین چون احترام خاص به پیر خود داره، به صورت استاد میایه، شاگرد یک احترام خاصی بالاخره استاد داره. در این قسمت شخص اگر خود از او از عقیده خود واقف نبود و خود از او عقیده صاف و پاک و زلال نداشت، محکم و مستحکم و محکم و مستحکم نبود، این شخص وقتی عقیده سست بود، شیطان میایه شروع میکنه به تعریف دین یهودیت، طوری که در روایات میاد، به شکل یک انسان معتمد، به شکل یک انسان معتمد. بعد چی میگه؟ اگر غیر یهودی بمیری وضعیت تو خطرناکه. خب اگر این انسان عقیده از این عقیده محکم باشه و عمر خود بر عقیده صاف و پاک و زلال روان بوده باشه، خب میفهمه که دین اسلام دینیه که و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، ان الدین عند الله الاسلام. این انسان میفهمه و میدانه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آخرین پیامبر بودن، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. و این انسان وقتی عقیده رو بفهمه و بدانه، در این قسمت هیچ وقت فریب چی پدر باشه، چی مادر باشه، چی استاد باشه، چی پیر باشه، درخت تغییر ریشه دوانده در وجوده، دوانده مثل کلمت طیبت که شجرت طیب ثابت و فرعها فی السماء، درخت که محکم شده در وجوده. به اینجی مهمه که از اسباب سوء خاتمه یک جریان فساد در عقیده. اگر عقیده فاسد بود، این شخص میره به لغزش. شیطان این رو شیطان او رو دیگه بالاخره میکشانه. کسی که مزبزب بوده و عقیده درست یاد نگرفته. دوم، ضعف ایمان. وقتی که گفتیم ایمان وقتی ضعیف بود، خب شیطان که ایمان قوی در مقابل شیطان مبارزه میکنه، شیطان میزنه. وقتی ایمان ضعیف بود، اراده ضعیف میشه. اراده که ضعیف شد در مقابل وساوس شیطانی، باز میره به منجلاب، به بدبختی، بالاخره خاتمه به سوء و بدی کشانده میشه. سوم این بود که شخص توبه کنه در عرصه حسن خاتمه. در عرصه از جمله اسباب سوء خاتمه که به او لحظات انسان هایی که اصرار و مدائمت بر گناه داشته، توبه رو به تأخیر انداختن. توبه امروز فردا، امروز فردا، امروز فردا. بدون توبه لحظه می آید که ان الله یقبل توبه العبد ما لم یغرق. توبه تا زمانی پذیرفته میشه که نفس به حلقوم نرسیده باشه. وقتی نفس به حلقوم رسید، اینجا دیگه ارزش نداره. در حدیث دیگه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اشاره میکنن که دروازه توبه چی وقت بسته میشه؟ به دو حالت داره. به یک حالت دروازه توبه زمانی که خورشید از سمت مغرب طلوع بکنه، از جمله علامت های کبرای قیامت،
دروازه این توبه مسدود میشه و لحظه دیگری که نفس به حلقوم برسه. حتی اذا حضر احدهم الموت و قال اینی تبت الان اونی قبول هست ولی که مسلمان هم در هر لحظه ولی که مسلمان باشه لحظه که نفس به حلقوم رسید ان الله يقبل توبه العبد ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر تا زمانی که به حلقوم نرسیده باشه عبد گفته همه شامل میشه. پس اصرار بر گناه و زمانی هم که فرصت به توبه نیافت و میخواست از دنیا بره خاتمه به سوء رو به بدی روان میشه. اگر گناهی هم از انسان سرزد باید سریعا توبه بکنه منتظر نباشه که حالا خود توبه رمضان بیاد بگذاریم حالا که جوانیم پیری پیر شدیم میریم نماز میخونیم تسبیح دست میگیریم هنوز وقت زیاده. همین توبر الله سبحانه و تعالی بخاطر چی داده؟ چون خداوند یک نامی خبیره از حال بنده ها واقف بود میدانه که این بنده ها گناه میکنن. الله سبحانه و تعالی توبه را آورد که اگر گناه کردی نفهمیدی ندانستی توبه کن. توبو الالله توبتن نصوحا توبه جانانه باشه توبه نصوح باشه توبه خالصانه باشه توبه نباشه که میگه سبحه بر کف خب تصویر بندم سبحه بر کف توبه بر لب دیگه هیچ خبری از دل و از اعماق دل نباشه توبه بر لب دل پر از شوق گناه معصیت را خنده می آید به استغفار ما چنین توبه نباشه توبه باشه که توبه خالص بدون غش رجوع به طرف الله سبحانه و تعالی پشیمانی کامل از گناهان گذشت. شما ببینیم خود توبه وقتی که میگه توبه یا ای والذین توبوا الی الله توبه نصوح توبه خالصانه شما ببینیم یک هواپیما طیاره که میگیم وقتی پرواز میکنه اگر به داخل تل این بنزین این بنزینی باشه که غش باشه یه پرواز میمونه موتر از حرکت میمونه. اعمال انسان اگر نمازم باشه گناهم باشه طاعتم باشه عبادتم باشه ثواب باشه گناه باشه هر دو با هم دیگر پیش بره این انسان به سوی خدا حرکت کرده نمیتونه چون بنزین این غش پیدا کرده این باید پاک بشه. مثل بیماری که هی دارو میخوره از یک طرف از یک طرف همون چیزی که پرهیز داده دکتر رعایت نمیکنه. اینجا الله سبحانه و تعالی میگه توبه الی الله توبه نصوحا توبه توبه خالص باشه مخلصانه باشه و توبه باشه که نشانه توبه همینه که نشانه قبولیت توبه که اگر انسان توبه کرد از یک عمل زشتی اگر دیگه رجوع نکرد به او ایر علما بزرگا میفرمان که این نشانه قبولیت از اینه اگر رجوع کرد به گناه و معصیت پس قدم گذاشت مجددا توبه کنه توبه کنه تا این که از گناه پاک پنجم از جمله اسباب سوء خاتمه حب الدنیا رأس کل خطیه. اشخاصی که محبت به دنیا دارن محبت به دنیا دارن ای اشخاص بسیار در لحظات سکرات موت و زیت از اینا به خطرناکی میکشانه رو به بدی میکشانه. در همینه که میگن کسی آنقدر محبت به دنیا داشت که همیشه بعضی اشیا و اجناس دنیاویر نام میگرفت. مثلا از پول امروزی که مروجه مثلا افغانی و ریال افغانی ریال افغانی ریال محبت داشت. میگل از بس که همیشه همو پول و سرمایه که دوست داشت به زبان خود می آورد و بالاخره لحظات ناز هرچی در محضر او میگفتن لا اله الا الله و همو دنیا رو نام میگرفت
موتر تیاره، موتر مثلا طائره، یک چیزی. این حالت زور نشان میده، حالت زور نشان میده که با آنچه که محبت داشته تمام هوش و فکر و حواس از او به طرف همو بوده. چون در حدیثی که به جلسه گذشته گفتیم که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمایند من احب لقاء الله احب الله احب الله لقاء. وقتی کسی لقاء پروردگار رو دوست داشته باشه لحظه شماری میکنه که چه وقت من ملاقات پروردگار میرم، چه لحظه، چه وقت او ساعتی میایه که وجوه یوم اذن ناظرتون الى ربی ناظره بشه. اما از جمله اسباب سوء خاتمه یکی حب دنیا که الله سبحانه وتعالی همه ما و شما از این خطر مهلک و واقعا یک معضله، یک مشکله، الله سبحانه وتعالی همه ما حفظ کنه. اگر ذره هم محبت دنیا در دل ماست از الله میخواییم که ای الله تو قادری و قدرت داری او را از دل ما بیرون بکن، محبت خود، عشق خود و عشق حبیب خود را در دل جا بدی. و پنجم هم که اشاره کردن بعضی از علما و اینها که سوء خاتمه اینه که در لحظات نزع روح شهادت یا شهادتین به زبان از او جاری نشه. ولی باید من اشاره کنم که شاید خیلی از انسان ها از دنیا برن و ایر به صراحت نگن لا اله الا الله بعدن از دنیا، و بری مؤمن و مسلمان و انسانی که شایسته همی که زبان از اون به طرف الله سبحانه و تعالی زبان ذاکر باشه مهم حرکت بکنه، اصلا زبان از او به میداخل دهن از او بچرخه، دیده میشه که این شخص ذاکر بوده و در حالت ذکره. پس خاتمی انشاءالله یاد الله از دنیا رفتن برای انسان مؤمن، برای انسانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن من قال لا اله الا الله دخل الجنه، یقینا و یقینا برای مسلمان حسن خاتمه است، حسن خاتمه است. وقتی که سوء خاتمه میگیم برای کفار و برای منافقین و برای او انسان هایی که دیگه از حد گذرانده باشن، گناه و معصیت از حد گذران، از حد که بگذره دیگه که میگه تا کنون کردی چنین اکنون مکن، تیره کردی آب را افزون مکن، لطف حق با تو مواساها کند. ولی متوجه باش که دیگه اگر چون که از حد بگذرد تا لحظه مرگ هم گناه و معصیت رها نکنی، چون که از حد بگذرد رسوا که الله سبحانه و تعالی خاتمه همه ما به حسن و زیبایی بگرداند. آمین. خیلی ممنونم جناب مولانا. حقیقتا همجوری که بینندگان عزیز جناب مولانا فرمودن حسن خاتمه وقتی که انسان عقیده درست داشته باشه، ایمان راسخ داشته باشه، حب دنیا در دلش نباشه و همیشه زبان شاکری داشته باشه و زبان ذاکری داشته باشه نسبت به الله تعالی و همیشه بیاد الله تعالی بوده باشه، الله تعالی یقیناً اون بنده خودش رو در اون لحظه سخت یاری خواهد کرد و در آخرین لحظات هم با یاد الله، با ذکر الله از دنیا خواهد رفت. همین که مشاهده میشه که بنده‌ای در آخرین روزهای حیات خودش انداخته که چه در بستر مریضی باشه و الله تعالی اون رو مبتلا میکنه و صبر میکنه و شکیبایی به خرج میده و در آخرین لحظات ناشکری نمی کنه و زبانی شاکر داره و ذاکر داره و با ذکر و یاد الله تعالی و تلاوت قرآن از دنیا میره، این همه خودش واقعا نشانهای خیر است و واقعا جای ترس داره که ما از الله تعالی پناه بگیریم، از اینکه خدایی نکرده از اون گروهی باشیم که در آخرین لحظات هم باز هم در آخرین لحظات زندگی هم دست بر نمی دارن از خواسته های دنیا و از عادت‌های زشتی که در دنیا داشتن. شنیده میشه بعضی وقتا خدایی نکرده جوانان عزیزی در آخرین لحظات با زبانشون به جای اینکه تلاوت قرآن داشته باشه تسبیح و ذکر الله رو داشته باشه با ترانه‌های مختلف، با ذکر نام‌های مختلف، با
و با تلفظ الفاظ عجیب و غریب و خواسته های عجیب و غریب از دنیا میرن و دیده میشه بعضی ها به نحوی از دنیا میرن که اون لحظه آخر وقت انسان نگاه میکنه واقعا جای پریشانی و نگرانی داره. و جناب مولانا، من هرگز فراموش نمی کنم که عزیزی میگفت که شخصی در زندگی زیاد ربا میخورد و اون شخص وقتی که از دنیا رفت، در حالتی از دنیا رفت که در سر سفره خانوادش تعریف کرده بودن که اون شخص راحت داشت غذا میخورد، یک دفعه حالش بد شد و رفت به سمت برهان دستشویی تا اونجا مزاحم بقیه نباشه. و وقتی که بعد از مدتی سر صدا بعد ساکت شد، خبری نشد، وقتی رفتن از نزدیک خبر بگیرن، خانواده دیدن که این شخص همونجا در همون حالت داخل همون کاسه توالت از دنیا رفته. واقعا جای ترس داره وقتی که انسان شخصی در زندگی اینگونه زندگی کرده باشه، بینندگان عزیز، و کسی که در زندگی اینجوری خودش رو عادت داده باشه، آخرتش هم اینگونه خواهد بود. جا داره که ما در زندگی سعی بکنیم زندگیمون زیبا باشه، سعی بکنیم زندگی زیبایی داشته باشیم تا آخرتمون هم مثل دنیامون باشه، زیبا باشه، و لحظه ای که از دنیا خارج میشیم لحظه زیبایی باشه که پشیمان نباشیم. جناب مولانا، تشکر میکنم از حضور شما. فقط اگر صحبت پایانیتون رو با بینندگان عزیز داشته باشید تا ادامه این موضوع رو برنامه بعد ما کنم. صحبت خاصی ندارم، از الله سبحانه و تعالی میخوام خدای تبارک و تعالی بر ما توفیق بده که اسباب حسن خاتمه و اسباب سوء خاتمه مد نظر داشته باشیم. خداوند خاتمه همه ما به خیر و به خوبی بگردان. آمین. شما بینندگان عزیزم تشکر میکنم از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون رو سفر آخرت رو یاری کردید. در قسمت های بعدی این سفر رو با شما ادامه خواهیم داد همچنان و گذرگاه های دیگه که در مسیر ما در آخرت خواهد بود. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به الله متعال می سپارم. الله یار و نگهدار شما.